سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت در کنفرانس بین المللی پاریس به مناسبت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی 14 بهمن 1391 به شما دوستان عزیز و حضار محترم و با درود به شخصیت‌های محترمی که از آمریکا، فرانسه، اسپانیا، استونی، مصر و سایر کشورها در گرد همایی مقاومت ایران حضور یافتند. به همه شما درود می‌فرستم. در آستانه سالروز انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران، یاد آن انقلاب به مسلخ کشیده شده را گرامی می‌داریم و برای سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه تجدید عهد می‌کنیم. آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود ز جان شستم از برای آزادی. در محیط طوفانزا ماهرانه در جنگ است، ناخدای استبداد با خدای آزادی. آری ما برانیم که دوران کنونی را که دوران سرنگونی استبداد مذهبی است، با تکیه به خلق آگاه و دلیرمان به پیروزی و آزادی برسانیم. و چنین خواهد شد. چند روز دیگر سال روز حماسه 19 بهمن است که فراز پرشکوهی در تاریخ آزادی ایران است. سلام بر اشرف و موسی و یارانشان که ایستادگی آنها در برابر فاشیسم دینی افتخار جاودان ملت ماست. دوستان گرامی، سه دهه پس از حاکمیت رژیم خونریز و بنیادگرا، بخش‌های وسیعی از جهان، از اندونزی در سواحل اقیانوس آرام تا آسیای میانه و غرب آفریقا، صحنه تاخت و تاز بنیادگرایان است. اجازه بدهید با این سوال آغاز کنم که آیا گسترش بنیادگرایی در این ابعاد قابل مهار نبود؟ آیا آنچه بر سر بهار عرب می‌آید اجتناب ناپذیر است؟ و در غیر این صورت راه حل آن چیست؟ بنیادگرای اسلامی در ایران چگونه به حاکمیت رسید؟ و آیا راه حل یا آلترناتیوی برای مقابله با غول بنیادگرایی اسلامی وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوالات بگذارید که قدری به عقب برگردیم. 34 سال پیش مردم ایران برای آزادی و دموکراسی علیه دیکتاتوری قیام کردند. اما خمینی با استفاده از یک شرایط استثنایی رهبری انقلاب را سرقت کرد. این دیکتاتوری سلطنتی بود که با سرکوب و کشتار روشنفکران دموکرات و به خصوص رهبران مجاهدین و فدایی ها را یا کشت و یا تا آخرین روز حکومتش زندانی کرد و صحنه را به طور کامل برای حاکمیت آخوندهای بنیادگرا آماده نمود. بله، خمینی
نماینده حقیقی انقلابی نبود که برای آزادی و دموکراسی جوشیده بود. و رژیم قرون وسطای او نسبتی با خواستهای مردم و درجه پیشرفت جامعه ایران نداشت. به همین دلیل خمینی برای حفظ حکومتش به سرکوب جامعه و زن ستیزی و صدور بنیادگرایی و تروریسم رو آورد. در امواج سیلاسا اما خود به خودی آن روزگار که خمینی دجال آن را به سوی ارتجاع و انهدام سوق می‌داد، مسعود روح اصیل و تکاملی انقلاب بهمن را از چنگال ارتجاع قدار رهانید. انقلاب او هشدار داد که تهدید تمام جنبش گرایش راست ارتجاعی است و سپس در برابر استبداد مذهبی رایت آزادی را برافراشت و گوهر پایداری پرشکوهی را سرشت که برای دهه‌ها هم‌آورد و تهدید اصلی بنیادگرای اسلامی و ارتجاع خمینی شد. سرمایه ایرانیان آزاده برای آزادی و دموکراسی در ایران فرداست. برخی ها توسعه طلبی ارتجاعی ملاها را نشانه قدرت آنها می دانند، اما این یک اشتباه بزرگ است. ملاها چون خود را با یک جامعه به شدت ناراضی روبرو می‌بینند، به جنگ طلبی و دخالت در کشورهای دیگر رو می‌آورند. این برای آنها مکانیزم حفظ قدرت است. اگر صدور ارتجاع در کار نباشد، فلسفه وجودی سپاه پاسداران که نقطه اتکای ولایت فقیه است از بین می‌رود و به سرعت فرو می‌ریزد. به همین دلیل ولی فقیه این رژیم بارها گفته است که کشورهای خاورمیانه را عمق استراتژیک حکومت خود می‌داند. مقاومت ایران از سال 1370 جزئیات طرح‌های رژیم ایران برای تسلط بر منطقه را فاش کرد و نسبت به این وضعیت هشدار داد. در سال‌های 1371 و 72 مقاومت ایران با انتشار کتاب بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی اعلام کرد که رژیم ایران مرزهای جغرافیایی را به رسمیت نمی‌شناسد و طبق قانون اساسیش برای ایجاد حکومت جهانی اسلامی تلاش می‌کند. اما بالاترین مقامات آمریکایی و اروپایی این تهدید را به سخره گرفتند و می گفتند باید در پی بنیادگراهای مدره بود و با آنها کار کرد. کشورهای غربی در پی سراب مدراسیون در درون این رژیم بیشترین خدمت را به گسترش بنیادگرایی کردند. من در اجتماع شخصیت‌های نروژی در شهرداری اسلو در آبان 1374 ضمن هشدار نسبت به تهدید بنیادگرایی بر ضرورت یک جبهه متحد ضد بنیادگرایی تاکید کردم. اما متاسفانه غرب چشم و گوش خود را بر این تهدید بست و چند سال بعد به فاجعه بارترین شکل با آن مواجه شد. از 11 سپتامبر در نیویورک تا زنجیره حوادث شوم
در مادرید، لندن، بالی، دهلی و سایر نقاط جهان. نظیر همین هشدار را مقاومت ایران درباره برنامه اتمی آخوندها نیز داده است. 10 سال پیش جنبش مقاومت سایت های اتمی مخفی رژیم را برملا کرد، اما برای متوقف کردن این برنامه دولت های غرب تا کنون 10 سال را از دست دادند. و امروز بحران در کشور مالی توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. فرانسه در حال پسراندن این خطر است و امیدواریم که هرچه زودتر به پیروزی نهایی برسد. نباید تردید کرد که اگر ارتباطات مخفی و علنی رژیم ملاها و نقش مخرب آن، از جمله صدور گسترده سلاح به آفریقا از سوی رژیم ملاها نبود، اوضاع در آن کشور میتوانست مسیر دیگری را طی کند. قطعنامه 1747 شورای امنیت ملل متحد صدور سلاح از جانب رژیم ایران را منع کرده است، اما چنان که کمیته تحریم‌های ملل متحد گزارش کرده، آخوندها با صدور سلاح به آفریقا این قطعنامه‌ها را بارها نقض کردند. در 12 ژانویه گذشته نیز نیویورک تایمز فاش کرد که پوکه های فشنگ های جنگ های آفریقایی راه به ایران می برد. ما از همان ابتدا گفته بودیم تروریسم تاکتیکی است که امروز از ایدئولوژی بنیادگرایی اسلامی نشأت می گیرد و مانند هر ایدئولوژی دیگر بدون یک کانون مرکزی نمی تواند گسترش مؤثر جهانی پیدا کند. مقابله نظامی و امنیتی با عوارض این پدیده در نقاط مختلف به تنهایی این موضوع را ریشه‌کن نمی کند. مقابله مؤثر نیاز به دو مؤلفه دارد. اول اینکه باید مرکز بنیادگرایی را هدف قرار داد، یعنی نمی توان با پدرخوانده این بنیادگرایی در تهران مماشات کرد و در این حال شاخ و برگ‌های آن را در این نقطه و آن نقطه جهان خشکاند. الان دیگر به خوبی روشن است که پشتوانه ایدئولوژیک، سیاسی، آموزشی، مالی و لوجستیکی بنیادگرایان و تروریست‌ها در هر جای جهان ملاهای حاکم بر ایران هست. امریکا امروز به روشن‌ترین وجه در تأسیس حزب الله لبنان و دخالت آخوندها در سوریه و عراق ثابت شده است. و درست به همین دلیل سمتگیری بهار عرب به سوی آزادی و دموکراسی فقط با مرزبندی قاطع ملت‌های این منطقه با فاشیزم دینی حاکم بر ایران تضمین پیدا می کند و الا عاقبت آن روشن نیست. دوم اینکه مقابله با بنیادگرایی با یک آلترناتیو فرهنگی و فکری امکان پذیر است، یعنی یک اسلام بردبار و دموکراتیک، مانند اسلامی که مجاهدین به آن معتقدند و از آن دفاع می کند. چنین الگویی باز هم بنیادگرایان در توده های مسلمان که با فقر و بی‌عدالتی دست به گریبانند نفوذ خواهند کرد. اسلام دموکراتیک، اسلامی بر اساس رحمت آزادی و رو در روی انحصار طلبی و سرکوبگری بنیادگرایان است. اهمیت اثرگذاری این الگو خود را در صحنه عمل به ویژه در امر برابری زن و مرد نشان داده است. مسئله زنان مهمترین و تعارض اسلام دموکراتیک با بنیادگرایی اسلامی است. بنیادگرایی که
بر زن ستیزی استوار است. نقش پیشتاز زنان در مبارزه با بنیادگراها در زندانها، در شکنجهگاهها و در مسئولیت پذیریشان در جنبش مقاومت ما، ماهیت دموکراتیک و پیشرو این الگو را نشان داده و الهام بخش زنان و جوانان در مبارزه علیه استبداد مذهبی حاکم بر ایران است. اسلام در سرچشمه اصیل خود مدافع برابری زن و مرد است، مدافع حقوق بشر است و مدافع حاکمیت مردم است. بله، دست و پا بریدن، سنگسار و تبعیض دینی ربطی به اسلام ندارد. این ساخته و پرداخته ملاهای حاکم بر ایران است. جنبش مقاومت ما با برخورداری از چنین ظرفیتی طی بیش از 3 دهه مبارزه با رژیم حاکم توانست آن را طرد کند و فقدان مشروعیت این استبداد مذهبی را در نظر اقشار وسیع مردم اثبات کند. این یک دستاورد بزرگ تاریخی است که با بهای سنگین مانند جانفشانی 120 هزار تن از فرزندان مردم ایران کسب شده است. اما همه ملت‌های مسلمان و تمام جهان از آن سود بردند و می‌توانند از آن سود ببرند. تاریخ ایران با همین مقاومت شناخته می‌شود که توانست بنیادگرایی اسلامی را در ایران نامشروع و بی‌پایه و در جهان آن را افشا کند. مانعی که به دلیل ریشه های تاریخی و فرهنگی و مذهبیش میتوانست با دجالیت تمام حاکمیت خود را تا چند نسل دیگر به طور مشروع تحکیم کند. جنبش مقاومت و رود خون آگاه ترین و شجاع ترین فرزندان مردم ایران چشمنداز تازهی خلق کرد که یک ایران دموکراتیک و مدرن و یک جامعه بردبار و آزاد را بنا می کند. این چشمنداز خود را در برنامه دموکراتیک این مقاومت متبلور کرده است. برنامه‌ای که بارز کننده اعتقاد و خواست اکثریت جامعه است و آخوندها را به بن‌بست کشانده است. اجازه بدهید در اینجا سرخط این برنامه و نظرگاه های مقاومت ایران برای ایران فردا را تکرار کنم. 1. از نظر ما آرای مردم تنها ملاک سنجش است و بر همین اساس خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم. 2. ما خواهان یک نظام کثرت‌گرا و آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به کلیه آزادی‌های فردی احترام می‌گذاریم و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانه‌ها و دسترسی بی‌قید و شرط همگان به فضای مجازی تأکید داریم. در ایران آزاد شده فردا از لغو حکم اعدام دفاع می‌کنیم و نسبت به آن متعهدیم. چهار، مقاومت ایران از جدایی دین و دولت دفاع خواهد کرد و هر گونه تبعیضی در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب ممنوع خواهد بود. پنج، ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق سیاسی، اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی معتقدیم و هر گونه
اشکال تبعیض علیه زنان ملقا خواهد شد و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق و تحصیل و اشتغال برخوردار خواهند شد. فردا کشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن مبتنی بر احترام به اصل براءت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکم علنی و استقلال کامل قضات هستیم. همچنین قانون شریعت آخوندی در ایران فردا جایی نخواهد داشت. ایران فردا کشور احترام به حقوق بشر است. ما متعهد به بیانیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون علیه شکنجه و کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان می‌باشیم. هشت، ما مالکیت شخصی، سرمایه گذاری خصوصی و بازار آزاد را به رسمیت می‌شناسیم و این اصل را پیش روی خود داریم که چه در اشتغال و چه در کسب و کار تمام مردم ایران باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند. از نظر ما ایران فردا کشور حفاظت از محیط زیست و احیای آن خواهد بود. سیاست خارجی ما مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز، صلح و همکاری های بین المللی و منطقه‌ای و احترام به منشور ملل متحد خواهد بود. و ده، ایران آزاد فردا یک کشور غیر اتمی و عاری از سلاح‌های کشتار جمعی خواهد بود. آنچه که ما برای ایران فردا می‌خواهیم. پاسخ ما به 34 سال استبداد و انحطاط و عقب ماندگی در سه کلمه خلاصه می‌شود: آزادی، دموکراسی و برابری. و این پاسخی است که قطعاً پیروز می‌شود. دوستان عزیز، اجازه بدهید باز هم این سوال را عنوان کنم که رژیم ایران که سرچشمه بنیادگرایی است امروز در چه موقعیتی است؟ آیا رو به صعود است یا در فاز نزول؟ آیا دارد قدرت خود را در منطقه افزایش می‌دهد یا به عکس قدرتش در خود تهران هم در حال زوال است؟ کدام؟ در اواخر آبان گذشته در کنفرانسی در پاریس خاطر نشان کردم که روند سرنگونی این رژیم در 5 بحران عمیق بروز کرده است: پرونده اتمی، روند سقوط دیکتاتوری و شارست، بحران اقتصاد فروپاشیده و انفجار خشم گرسنگان، همچنین شکاف و تضادهای مهلک در رأس نظام. تحولات 3 ماه گذشته گواهی می‌کند که همه این بحران‌ها در حال صعود
و تشدید بودند. به عنوان مثال، آنچه در مورد شکاف‌های درون هیئت حاکم اتفاق افتاده، بروز هرچه بیشتر ناتوانی خامنه‌ای در مهار آن است. 3 ماه پیش، رئیس جمهور و رئیس مجلس و رئیس مجمع تشخیص مصلحت رژیم در جدال با یکدیگر و منازعه آشکار و پنهان با ولی فقیه بودند. امروز علاوه بر آنها، حزب غارتگران مؤتلفه یعنی شریک دیرینه باند خامنه‌ای نیز سر بلند کرده است. در این میان آنچه جنگ قدرت درونی رژیم را شدت بخشیده، نمایش انتخابات ریاست جمهوری است. این عاملی است که به نوبه خود روند سرنگونی این رژیم را تسریع می‌کند. اینجا لازم است یادآوری کنم که این انتخابات از نظر مردم ایران هیچ مشروعیتی ندارد، به خصوص که تمام کاندیداهایش همان جنایتکارانی هستند که 34 سال در شکنجه و کشتار و غارت مردم ایران دست داشتند. دیگر نارضایتی انفجاری در جامعه ایران است که روز به روز بیشتر می شود و التهاب و بیتابی جامعه ایران در همه جا احساس می شود. کارگران ستمزده بیوقفه در حال اعتراضند. جوشش اعتراض ها در میان خواهران و برادران کرد و عرب و بلوچ ما، یعنی ملیت های ستمزده، بالا و بالاتر میگیرد. از زندانیان سیاسی با تنهای رنجور و بیمار پی در پی اعتصاب قضا میکنند. در حقیقت رژیم ولایت فقیه راه حلی ندارد و قدرت مهار بحرانها را از دست داده است. در این مورد باید به 4 گسست بزرگ اشاره کنم که این رژیم دچار آن شده است. نخستین گسست زوال پایگاه اجتماعی این رژیم است، آنچنان که پشتوانه آن در جامعه ایران به 3% هم نمی رسد. بازار و بازاریان که بخشی از آن حامیان سنتی و تاریخی رژیم بودند، حالا در برابر آن صف کشیدند. حوزه های قم و مشهد و اصفهان که پایگاه همیشگی رژیم بودند، از آن روی گردان شدند. از 17 مرجع سرشناس شیعه، 10 مرجع آشکارا مخالف خامنه‌ای هستند. اما دومین گسست این است که رژیم ولایت فقیه از نیروی جنگنده‌ای که حاضر باشد خود را برای حفظ نظام کنونی به خطر بیاندازد تهی شده است، به نحوی که حالا این سران خود پاسدارانند که تصریح می‌کنند از سردار تا آیت الله در این رژیم دچار بریدگی و ریزش شده است. از سومین گسست بحران اقتدار ولی فقیه رژیم است، یعنی طلسم ولی فقیه شکسته است و درمانی ندارد. و اما چهارمین گسست در رژیم ملاها فروپاشی استراتژی صدور بنیادگرایی است. این واقعیت را در روند سرنگونی حکومت سوریه، متحد کلیدی آخوندها در منطقه، میتوان به خوبی دید. مشاور خامنه‌ای چند روز پیش سوریه را حلقه طلایی جبهه رژیم و حمله به آن را حمله به ایران توصیف کرد. قیام مردم عراق در هفته‌های اخیر که هر روز از روز قبل گسترده تر می شود و آنها مشخصاً، یعنی مردم عراق مشخصاً، دیکتاتوری دست نشانده آخوند در عراق را هدف قرار داده اند، به فروپاشی استراتژی صدور بنیادگرای رژیم شتاب بخشیده است. بله، در اینجا باید درود بفرستیم بر مردم عراق که با تظاهرات میلیونی خود
علیه دخالت‌های ملاها به پا خواسته و خواهان سرنگونی دیکتاتوری مالکی شده اند. رژیم ولایت فقیه پایه‌ها و ذخایر خود را برای ادامه حکومت از کف داده است. اما به رغم این واقعیت‌ها، دولت‌های غربی که برای سال‌ها تهدید بنیادگرایی را نادیده می‌گرفتند، حالا چشم خود را به مرحله سرنگونی این دیکتاتوری مذهبی بستند و نقش جنبش مقاومت را نادیده می‌گیرند. باید گوشزد کنم که تغییر رژیم فقط به سود مردم ایران نیست. امروز همه کشورهای غربی نیز در سرنگونی رژیم آخوندها منفعت دارند. امروز همه جهان از تغییر یک رژیم بنیادگرا که به بمب اتمی نزدیک شده و خاورمیانه را در خود فرو برده سود میبرند. بنابراین به خاطر منافع مردم و کشورهای خودشان نیز باید بر سیاست مماشات نقطه پایان بگذارند و در کنار مردم و مقاومت ایران قرار گیرند. اما حقیقت این است که آنچه شرایط جوشان جامعه را به خطر چاره ناپذیری برای رژیم تبدیل کرده، مقاومت سازمان یافته مردم ایران است. هسته اصلی این مقاومت یعنی مجاهدان آزادی در اشرف و لیبرتی از آتش قتل عام و ضرب الاجل‌های متعدد عبور کرده و اصالت و ظرفیت و انسجام خود را در برابر سنگین ترین و بزرگترین توطئه ها اثبات کرده است و بدنه این جنبش در داخل ایران در حال گسترش و آماده سازی است. البته خامنه ای از هیچ تلاشی برای انهدام و تلاشی دونی می کند. دولت عراق به دستور رژیم ایران و با همدستی نماینده ویژه دبیر کل آنان را بی خانمان و روانه زندان لیبرتی کرد، از انتقال اموالشان به لیبرتی جلوگیری کرد و اجازه فروش اموالشان در اشرف را نمی دهد و عملا از آنها سلب مالکیت کرده است. بهانه این بود که مصاحبه های پناهندگی باید در خارج از اشرف انجام شود و ساکنان از آنجا به کشور ثالث منتقل شود. اما پس از گذشت یک سال و در حالی که کمیساریا با حدود 2000 تن از آنان مصاحبه کرده، تنها 5 تن از این طریق به خارج از عراق منتقل شدند. این بی خانمان سازی باید پایان یابد. ساکنان لیبرتی به خصوص افرادی که کمیساریا با آنها مصاحبه کرده باید فوراً به اشرف یعنی خانه 26 ساله خود برگردند و از آنجا به کشور ثالث منتقل شوند. در این شرایط وظیفه آمریکا در قبال امنیت و سلامت اشرفی ها و حفاظت از حقوق حقه آنها من جمله حق مالکیت مضاعف است.
آنها افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهار ژنو هستند و دولت آمریکا با تک تک آنها توافقنامه امضا کرده که در مقابل گردآوری سلاح‌هایشان تا تعیین تکلیف نهایی از آنها حفاظت خواهد کرد. آمریکا به هیچ وجه نمی‌تواند با انداختن مسئولیت به دوش ملل متحد از وظایفی که در قبال اشرفی‌ها به عهده دارد شانه خالی کند. عدم انجام این وظایف تاکنون در دو قتل عام 50 شهید و 1130 مجروح و 4 سال محاصره ظالمانه و بی‌خانمانسازی دست جمعی ساکنان را به دنبال داشته است. واقعیت این است که دولت آمریکا به خاطر مماشات با فاشیسم دینی حاکم بر ایران و به خاطر عملکردهای بی‌غایت اشتباه علیه مقاومت ایران، مانند نگه داشتن مجاهدین در لیست تروریستی آن هم به مدت 15 سال و همچنین بمباران مجاهدین به درخواست رژیم ملاها در جریان جنگ عراق و عدم انجام وظایفش در حفاظت از ساکنان اشرف به خصوص از سال 88 به بعد، خسارت‌های جبران ناپذیری به مردم و مقاومت ایران وارد کرده است. این خسارت‌ها باید جبران شود. همکنون برای بازگشت ساکنان به اشرف آمریکا باید فعالان مداخله کند و الا در آنچه از این پس در زندان لیبرتی روی دهد مسئول خواهد بود. همچنین ما از جامعه جهانی می‌خواهیم خود را با خواست مردم ایران برای تغییر رژیم همجهت سازند. از آنها می‌خواهیم روابط سیاسی خود با فاشیسم دینی حاکم بر ایران را قطع کنند و مأموران سپاه قدس و وزارت اطلاعات را از کشورهای خود اخراج کنند. ما مصرانه از آنها می‌خواهیم که پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به شورای امنیت ببرند و ما از کشورهای غربی می‌خواهیم که با مذاکرات بیهوده اتمی وقت را از دست ندهند و الا جهان با بحران لاعلاجی مواجه خواهد شد. هموطنان عزیز، به رغم مصائب طولانی حاکمیت استبداد مذهبی و به رغم همه اشتباهات دولت‌های غرب در قبال ایران، مقاومت ایران با تکیه بر مردم شجاع و تسلیم ناپذیر خود توانسته است پا بر جا بماند و ایران دموکراتیک فردا را پایه‌ریزی کند. حالا میهن ما در آستانه جهش بزرگی است که در آن همه خونها و رنجها به ثمر می‌نشیند. تغییر برای پایان دادن به دوران شوم دیکتاتوری و ورق زدن صفحه تاریک ترس و فقر و ناامنی و دروغ و عقب ماندگی. آری، زمان آن است که زجر و اندوه توصیف ناپذیر خانواده‌ها و مادرانی که فرزندان خود را بر بالای چوبه‌های دار می‌بینند به پایان برسند. از یاد نمی‌بریم که وقتی ستار بهشتی همین دو ماه پیش زیر شکنجه شهید شد، مادرش فریاد کشید که از جان خود خواهم گذشت اما از خون او نخواهم گذشت و از هیچ چیز نمی‌ترسم. درود بر شما.
درود بر شما که صدای زندانیان و همه کسانی که بر تخت‌های شکنجه و بر چوبه‌های دار با سر بلند آواز می‌خوانند و از دشخیم نمی‌هراسند حتی تا لحظه مرگ. بله، شما صدای اونها رو اینجا بلند کردید. درود بر همه شما. داشتم از مادر ستار بهشتی میگفتم. گفتگوی این مادر با بازجو و شکنجهگر ستار نشانه مقاومتی است که در داخل جامعه ایران میجوشد. او گفت، به بازجو گفتم من یک کلام بیشتر با شما صحبت ندارم، میخواهم ببینم شما که بچه مرا شکنجه میکردید او چه میکرد؟ آیا گریه و ناله میکرد؟ بازجو گفت نه، ما میزدیم و او میخندید. به بازجو گفتم بنازم به او که شیر بود در حالی که شما روباه بودید. برای امروز تمام مردم ایران به چنین قهرمانانی و به چنین مادرانی مباهات می کنند. از عزیز رضایی مادر 8 شهید تا مادران قهرمان دیگر که هزاران درود و افتخار بر تک تک آنان باد. خوشا به این مقاومت با چنین مادرانی که صفن در صف جلوی دیکتاتورها قد علم کرده اند و لحظه درنگ نمی کنند و تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون بر میثاق خود برای رسیدن به آزادی و دموکراسی در ایران پافشاری می کنند. درود بر همه. پس از 34 سال مقاومت و پایداری در برابر مهیب‌ترین دیکتاتوری مذهبی، حالا که به دوران آمادگی برای سرنگونی این رژیم رسیده‌ایم، پس سلام می‌کنم و سلام می‌کنیم بر پیشتازان آزادی ایران در اشرف و لیبرتی و پایداری پرشکوه آنان و سلام میکنم و سلام میکنیم بر مسعود که با فراخوان به برپایی کانهای ارتش آزادی در سراسر میهن شعله های امید را فروزان کرده و سپیده دم آزادی و پیروزی مردم ایران را نمایان کرده است. و سلام شما. صدای حاضر شما را خلق قهرمان ایران شنید و آنها هم از شما کمان که از پیش تازانشون در اشرف و لیبرتی می آموزند و حاضر می گویند و دیکتاتورها باید از همه این حاضرها بر خود بلرزند، زیرا این حاضرهاست که آنها را از ایران جارو خواهد کرد. سلام بر زنان و مردان فداکار و دلیری که آسمان انقلاب ایران را پیوسته روشن و تابناک نگه داشتند، از صدیقه مجاوری و ندا حسنی تا ندا آقا سلطان، از علی صارمی و فرزاد کمانگر و کرامت زارعیان تا آسیه و سبا. درود بر همه آنها و درود بر جوانان و دلیران و اشرف‌نشان‌هایی که در سراسر ایران در تدارک سرنگونی رژیم ولایت فقیهان و بی تردید پیروزی و آزادی را محقق خواهند کرد. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران، درود بر همه شما.